خانم دکتر، می‌خواستین درباره قوانین و اصول عشق در شعر حافظ صحبت کنید. بله. اولین قانون عشق در واقع در تعریف عشق از نگاه حافظ که عشق در مقابل خودخواهی است. من اسمش رو می‌ذارم دیگرخواهی مطلق. تا حدی که تو یک فرد رو یا یک موجود رو از بین دو عالم انتخاب کنی و فقط او رو بخوای و کمترین چیزی که حاضر باشی فدای او بکنی جان باشه. برای همین من در مورد واژه داوم بگم که بهت بهمون بچسبه. داو به حرکت اول بازی شطرنج یا قیمت اولی که در حراج اعلام میکنن، خلاص حرکت اول میگن داو. حافظ میگه عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد. یعنی شما تو حرکت اول باید حاضر باشی جانت رو بدی و اگر اینطور نیست اصلا دیگه اسم عشق نباید روش بذاریم. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد. یعنی شرط سختی که میذاره برای عشق، یعنی همون اول میگه ولی باید با حاضر باشی جانت رو بدی. حالا ما خیلی شعرهای زیبایی از سعدی، از شعرهای دیگه داریم که مثلا میگه سر میروم که پیش تو اندازمش به شوق، در حیرتم هنوز که نزلی محقر است. میخوام سرم رو بندازم جلوی پای او ولی میگم هیچی نیست، یعنی ارزشی نداره. سر چه باشد که فدای قدم دوست کنی، این متاعی است که هر بی سر و پای دارد. اینطور مثلا این مفهوم. بعد دوباره حافظ میگه اگر کسی ادعای عشق داره باید در خودش رو برای سخت‌ترین بلاها آماده بکنه. عشق بازی کار بازی نیست ای دل، سر به باز. زان که گوی عشق نتوان زد به شوگان هوس. یعنی تفاوت قائل میشه درس دو بین عشق و هوس. قانون بعدی، طریق عشق پرآشوب و فتنه است ای دل، بیفتدان که در این راه با شتاب رود. آهستگی و پیوستگی در عشق، یعنی طمع برای به دست آوردن و مالکیت یه چیز دیگه عشق نیست. آهستگی و پیوستگی کنار قانون‌های دیگه. بعد یکی از درس‌های عشق به عنوان مثلا قانون چهارم اینه که عشق باید آموزش ببینه. خیلی نکته داره، اینطوری نیست که هر کسی بتونه بدون آموزش و بدون سختی کشیدن و خودسازی اصلا ادعای چنین چیزی رو داشته باشه. حافظ میگه هزار نکته باریک تر زمو اینجاست، نه هر که سر به تراشد قلندری دارد. قلندر ها کسایی بودن که برای مقابله با عرفایی که ریشاشون و موهاشون رو بلند میکردن ولی به فکر خودشون فقط بودن و دچار تزویر و ریا شده بودن، قلندر ها به اعتراض به اونا همه موهای سر و صورتشون رو میزدن. بعد اینا میگفتن ما به مردم خدمت میکنیم. شبا میومدن تو خیابونا هوای مردم رو داشتن و پاس میدادن و اینها. حافظ میگه نه هر که سر به تراشد قلندری داند، فقط به ظاهر نیست، باید آدابش رو بدونیم. بعد نکته پنجم که من خیلی دوستش دارم و افتخار میکنم که تو ادبیات کشورم 700-800 سال پیش چیزی هست که امروز دنیا داره بهش توجه میکنه و اینه که شما باید عاشق درون یه فرد بشید نه بیرونش، و اینو ما به صراحت در اشعار حافظ داریم. چون اسمش هم میگه آن، هر آدمی یه آنی داره، یعنی یه آن وجودی داره، اون ارزشمنده. چهره ظاهریش فقط یک پنجره برای ورود به درونش باید باشه. خب ببین چقدر زیبا، جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال، هزار نکته در این کار و وار دلداری است. زیبایی فقط به چشم و ابرو و زلف و خال نیست، هزار نکته داره. یا میگه از بوتان آن طلب ار حسن شناسی ای دل، بوتان یعنی زیبارویان. میگه زیبارویان که میگه آنشون رو جستجو کن. من اینو از یه استادی شنیدم، این کسی گفت که در علم نظر بینا بود. حافظ میگه این حرف منم نیست، یه استادی به من یاد داده که از زیبارویان دنبال آنشون باش. قانون بعدی، میزان توجه و تمرکزیه که عشق لازم داره. یعنی شما اگه نگاهت به همه جا باشه دیگه اون عشق نیست، فقط به یک چیز. همون که میگفت از دو عالم یک. بر همین مرحله ششم در اون هفت مرحله عطار، هفت شهر عشقش، استقناست. استقنا یعنی بی‌نیازی از غیر و عین فقر به یک موجود، فقط او رو ببینی. حالا حافظ اینو اینجور میگه، در حریم عشق نتوان زد دم از گفت و شنید، زان که آنجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش. یعنی فقط باید چشم و گوش باشی برای دریافت،
چیزی نباید بگی، فقط باید تمرکز داشته باشی و دریافت کنی. یا این بیت معروفی که در با همین مضمون در غزل یک هست، میگه که حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ. متا ما تلق من تهوا دع دنیا و اهملها. زمانی که ملاقات کردی آنچه را که دوست داری و عاشقش هستی، دع دنیا و اهملها، دنیا را رها کن و آن را فرو گذار. نمیتونی دنیا را با دستت نگه داری عاشقم باشی، باید همه را رها کنی که تمام توجهت روی چیز باشه. قانون بعدی، تو عشق رنجش وجود نداره، چون شما فقط دارید میبخشید و بدون توقع دوست میدارید. برای همین میگه وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن. یه قانون دیگه اینه که حافظ میگه در عشق باید استاد داشته باشی، نمیتونی خودت بری، باید کسی که رفته که سالک بیخبر نبود راه و رسم منزل ها. میگه به کوی عشق منه بی دلیل راه قدم، دلیل یعنی راه نما، که من به خیش نمودم صد اهتمام و نشد. میگه من خیلی تلاش کردم خودم این کار رو بکنم، ولی در نهایت مجبور شدم که از حالا استاد حتما نباید حاضر باشه. الان حافظ و مولانا میتونن استاد ما باشن، سعدی استاد ما باشه. قانون بعدی که خیلی جالبه، که عاشق وظیفش فقط اینه که به آرامش معشوق توجه کنه و خواسته او و توقعی از او نداشته باشه، حتی توقع پاسخ. و در واقع رفتار و عشق بازی و طلب خودش رو منوط به پاسخ معشوق نکنه. حافظ میگه حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند این مباش که نشنید یا شنید. یکی دیگه از رازهای عشق اینه که رازهای عشق رو به نامحرمان آدم نباید یاد بده. با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در درد خودپرستی. یعنی اینجا خودپرستی رو در مقابل عشق آورده. و آخرین بیت که دوست دارم با این تمامش بکنم، حافظ میگه هر کسی که عاشق نیست از نظر من مرده، و به فتوای من میتونید براش نماز میت بخونید با اینکه زنده است. هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کنید. اینقدر عشق رو، چون عشق یعنی حرکت پویش به سمت کمال و جمال برتر، و هر کسی که اینو نداره نظر حافظ مرده.